ساعت 2 صبح زده و رقصیده و مست کرده و شما تلفنش هم ما گرفتیم و حالا فردا پس فردا میخوایم ببریم این خانمو بیرون. بله دفعه اول وظیفه‌مه که من چون من دعوت کردم وظیفه هم هست که پولش هم بدم. ولی دفعات بعدی همینجور مرتبا اگه من ببینم که این خانم دست تو جیبش نمیکنه و من بگم که خب شما باید این کارو بکنی یا اینطوری فکر میکنی این خانم برای چی؟ مرد ایرانی هیچ وقت به یه زن نمیگم پول میزه. نه مرد ایرانی نمیگم به خاطر اینکه الان تو اون سیستم قدیمی هستم. من میخوام بگم امروز زن ایرانی که اومده تو آمریکا سوار واسه VW یا گالف یا بنز یا BMW میشه میره سر کارش برمیگرده یا میره گردش میکنه، دیگه اون زنی نیست که شما باید حفاظتش بکنید، یا اون زنی هستش که سر شما رو میخوره با یه تلفن. به خاطر همین دیگه زندگی عوض شده مردای ایرانی. بریزم پول میزش هم بده اوکی، ولی مردای ایرانی وقتی که میان اینجا خیلی چیزایی که به نفع خودشونه آمریکایی میخوان رفتار بشه باهاش. یه لحظه گوشی داشته باش. همیشه اون قیب. گوشی خدمتتون لطفا باشه. گوشی خدمتتون دارن؟ بله. تو کار زنو دخالت میکنن؟ تو کار زنان دخالت آه خب بله بخاطر ببین ما هم همین داریم میگیم، ما ببینیم که خیلی مسائل هست وقتی ما میایم تو آمریکا زندگی میکنیم دیگه باید فرمول قدیمیشو فراموش کنیم. آره کله باید هم زن یاد بگیره هم مرد. بله بله باید همه زن این احساس داشته باشه 100 دفعه بره بیرون پول میزش رو میده. بله ضمناً ما راجع به این صحبت نمیکنیم که شما ما ناراحتیم که پول میز شما رو میدیم، مهم نیست، ما پول میز دوستمون هم میدیم، یه موقع دوستمون پول میز ما، پول میز کسی رو نمیکشه، ولی اون ذهنیتی که شما بگی آقا من با یک مرد میرم بیرون و چون من زنم و چون اون مردم وظیفه‌ش پول میز رو بده، این ذهنیت تو آمریکا اصلا غیر قانونی هم هست. چون تو آمریکا میگه زن و مرد مساوی هستن. متوجه هستی؟ بله. ای کاش رو سیستم آمریکا قانونش هم زن هم مرد با هم دیگه زندگی میکردن همش درسته. بهترین لطفی که کردی، بهترین چیز آرزو کردی. شما هپی تنکس گیوین، شما هم روز خوبی داشته باشید. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستی. الو بهروز جان سلام. سلام. هاشان خوبه؟ مرسی مرسی. بهروز جان برام خیلی جالبه، اولین بار دارم برنامه تو نگاه میکنم و خیلی برام جالبه که چقدر این موضوع مهمه که شما مثلا پول میز خانوما رو حساب میکنین. مهم هست نه به خاطر اینکه ما پول میدیم، به خاطر اینکه ما تا موقعی که بیایم شما رو پیکاپ کنیم از در خونتون یا سر قرار برسیم پول بنزین ماشین ممکن پول از اون پول غذایی بیشتر بشه. خود عدد پولیه مهم نیست، بلکه اون اتیتودی که پشتش هست مهمه. من میخوام بگم شیوری مرده و لطف و ترحم به زن دیگه وجود نداره. من با کسی که دوستم بیرون میرم یا من پول میزو میدم یا اون میده هیچ مسئله نیست، ولی اینکه فکر کنم اگر من وظیفه‌مه که کارهایی رو در قبال شما وظیفه دارم انجام بدم، اینجا من پرابلم دارم. متوجه هستی؟ خب پرابلمتون ببین فرهنگمون اینه. شما اگه یادتون باشه فکر میکنم، البته من نمیخوام توهین بکنم به کسی، ولی ما از جایی که یادمونه بابامون کار میکردن، درسته؟ بابای شما، بابای من. بله. و مامانامون تیکر میشدن. آفرین. بله شما الان اینجا دوست پسر دارین. بله بله شما اینجا دوست پسر دارین. بوده خانوما. شما اینجا دوست پسر دارین خانوم؟ بله عزیزم. بله شما یادتون هست که مادرتون چند تا دوست پسر داشته؟ بله عزیزم. چند تا داشته مادرتون؟ ولی از وقتی که تا جایی که یادمه مادرم، خالم، خواهرم و همه افرادی که من میشناختم تو به خصوص توی ایران تیکر میشدن. نه اجازه خانم، دنبال حرف خودتون لطفا نگیرید. من یه سوالی کردم از شما. شابرزی اومد. خانم من یه سوالی از شما کردم. اگه شما حرف منو شنیدین لطفا سوال منو اگر متوجه نشدین بگید من متوجه نشدم شما چی گفتی. خب سوال من اینه که شما بله اول که گوش ندیدین. سوال این بود که شما که میگفتین فرهنگی، من دوست شما دوست پسر داری، خوشحالی، میری کلاب میزنی، میرقصی، دوست پسر عوض میکنی هر موقع دلت خواست، سکس داری، بیرون میری، هیچ کس هم نمیتونه بگه بالا چشت ابروز، حقت هم هست، نوش جونت، زندگیتو میکنی. شما یادتون هست که مادر بزرگ شما چند تا دوست پسر داشت؟ اگر جواب منو بدی رفتش معلوم میشه، اگه جواب منو فقط بدی رفت قضیه معلوم میشه. من نمیدونم در این مورد با مامان بزرگم صحبت نکردم. یعنی فکر میکنی دخترای همسن مامان بزرگ شما دوست پسر داشتن؟ خب چرا، شاهدم داشتن، من از کجا میدونم؟ مادر خودمو میدونم داشته، خودمو میدونم داشته، ولی مادر بزرگمو یادم نمیاد چون سنم انقدر نیستش که نشسته باشم با مادر بزرگم در این مادر شما باشم. مادر شما دوست پسر داشته، میرفته پارتی، کلاب، مادر بزرگ شما کلاب نمیرفته، چرا؟
چون شما اگه بخواد بگی فر رفته مادر بزرگم و یادم نمیاد. خب آدم اسمارتی هستی، خیلی خوشحالم که آدم اسمارتی هستی، سوال منو فهمیدی، داری با تمام قدرتت از سوال من فرار میکنی. سوال فرار من اجازه بدی الان دارم بهت میگم، الان میگم چرا فرار میکنی. به خاطر اینکه شما داری میگی فرهنگ ما اولا از فرهنگ ما چی باقی نمونده، شما هم با فرهنگ خانوادتون یا فرهنگ مادرتون و فرهنگ مادر بزرگتون زندگی نمیکنید. پس خواهش میکنم نگو فرهنگ ما، در فرهنگ ما خیلی چیزایی دیگه بوده که شما لگد گذاشتی روش و پهن گاو ریختی روش پر کردی. فرهنگمون حفظ بشه؟ نه، شما نمیخوای فرهنگ تو حفظ بشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما میخواستی فرهنگ تو حفظ بشه، اگر که مسلمانی روسری میذاری سرت، اگر یهودی هستی طبق فرمول مذهب اونجا مذهب به رابطه مرد و زن خیلی فرق میکنه. بله. اصلا مذهب یه داستان دیگه. بله، فرهنگ شما اگر شما میخواید فرهنگ کنم اون بر بود عقیده شخصی منه. بله، مادر شما یا چیز دیگه نیست. بله. جنسیت هم پس اگه اجازه بفرمایید ما بحث فرهنگ رو میذاریم کنار. راجع به فرهنگ خواهش میکنم شما مغلطه نکنید. شما این کاری که امروز میکنید و انتظار دارید که پسر دست تو جیبش بکنه و همیشه پول میز شما رو بده، این علتش نیست که فرهنگ ما اینجوری بوده، چون فرهنگ ما رو مقدار زیادیشو شما زیر خاک کردی و توف هم انداختی روش و هر کس هم بگه اون کار در فرهنگ شما بوده، شما بهش میگی FOB، یعنی fresh off the boat، یعنی آدم تازه وارد ندید بدید. شما به فرهنگت کنه، شما در فرهنگت هیچ موقع نبوده که دوست پسر بگیری تا دلت بخواد باهاش بخوابی 15 تا 20 تا عوض بکنی بعدن با یکیش ازدواج بکنی. در فرهنگ شما این بوده که شما باید یه آقای یه خانومی مادر شما رو میدیده، بعد میگفته بس شوهرت دخترتو میخوام شوهر پیدا کنم یا برای پسر میخوام زن پیدا کنم، و میرفتن درخواست ازدواج میکردن در خونه شما از پدر شما به عنوان خواستگاری. این فرهنگش گذشته شما بوده که در همون دورانی هم بوده که مادر شما توسط پدر شما تکر میشده و مادر بزرگ شما تکر میشده. پس خواهش میکنم در مورد فرهنگ صحبت، چون اگه بخوای راجع به فرهنگ صحبت بکنی هزار و یک نکته است که شما زیر پا گذاشتی و این یکی رو خوشت میاد. اصلا مذهب اینجا فرق خانوما و آقایون اینجا، وقتی که خانوم با آقا میره بیرون جنسیتش مهمه. وقتی زن میره ببین زن یه انرژی مثبته تو همه جا. نه. اون خانومه که 4 تا بچه‌اشو توی بدتاب خفه کرد کشت، شنیدی داستانشو تو آمریکا؟ یه خانومی 4 تا بچه‌اشو 4 تا از بچه‌های خودشو خفه کرد و کشت توی آمریکا، توی وان هموم. اینو میگن انرژی مثبت؟ نه کنید، اون جزء حوادثه و چیزی نه. که نه، نمیتونی بگی زنج انرژی مثبته. پس یعنی ما میایم با شما بیرون ما انرژی مثبت نیستیم، شما انرژی مثبت هستیم، ما باید پول بدیم واسه ما مرد هستین. ببین اگه مرد اگه قوی بودنش و پاورشون رو نمیدونم مرد بودن، ببین اگه مرد بودن ما چه قدرتی رو بیشتر از شما داره؟ یه زن بری بیرون، این مرد بودن ما چه قدرتی رو به ما میده که ما داریم شما نداریم؟ یا منتظر باشی زن حساب کنه؟ نه اجازه بفرمایید، نه اجازه بفرمایید، پول بارتون پول هر چی اجازه بدین خانم شما. من میدونم که داستان من اینجوری فکر میکنم افت داره، به خاطر اینکه این حرفو میزنی که 4 تا آدمی که مغزش کار نمیکنه فکر نمیکنه فکر کنه افت داره و همینجوری بازم تکه کنه از شما. شما میشه لطفا بفرمایید ما که مرد هستیم چه قدرتی اضافه بر شما داریم وقتی داریم در آمریکا زندگی کنیم؟ یکی از قدرت‌ها رو میشه بگی که ما داریم و میتونیم از این استفاده بکنیم و از شما قوی تر و جلوتر بیافتیم، شما ضعیف تری میشه بگی چی هست؟ اصلا ببین از کلا برای کار کردن هم که بخواد حساب بکنه مرد قدرت بیشتری دارن. برای چه کاری؟ یه مرد در میاره با درآمدی که یه زن داره، مخصوصا خانمای ایرانی. بعد خانمای ایرانی میان تو امریکا زندگی میکنن نمیتونن برن هر کاری انجام بدن. چرا درسته؟ چرا نه درست نیست. نه درست نیست. من دوستی که نه اجازه بفهمه. من یکی از دوستای من میدونم شما سخته واسات که حرف منو گوش بده. الان من دارم حرف میزنم شما گوش نمیدید. داری فکر میکنی جمله بعدی تو بگی. ببین درآمد زن با من دیدی گوش کردی؟ من همین الان من تو مغز شما رو توضیح دادم، گفتم وقتی شما داری حرف من دارم حرف میزنم شما حرف من الان گوش نمیدی، شما الان منتظری که دنباله اون جمله ای که اونجا وایستادی بعدن ادامه بدی بگی. این وسط که سکوته فکر نکن داری گوش میکنی، من مطمئنم که گوش نمیکنی، چون اگه گوش بکنی جواب سوال معلوم میشه. زنها همه کارا رو میتونن انجام بدن و خیلی کارهای خیلی کمی هست که مردا میتونن انجام بدن زنان نمیتونن. جراح قلب یکی از بهترین دوستای من که دوست من از مرگ نجات داد یه خانم ایرانی بود. خب پس نمیتونیم بگیم زمینشور خونه اونور هم یه خانم ایرانی هست. پس از زمینشوری تا جراحی قلب تا وکالت تا قضاوت زنهای ایرانی هم هستن. پس به خاطر اینکه یک زنی نمیتونه ما به شما بدهی نداریم. ضمناً هنوز جواب سوال منو ندادی.
یک نمونه نشون بده که ما در جامعه از شما قوی تر هستیم و ما میتونیم از این قدرتمون استفاده بکنیم که از شما جلوتر بیفتیم. میشه لطفا بگی؟ من منتظرم. بله، شما اگه دوست دخترتون رو ببینین که داره با یه آقایی صحبت میکنه، حتی فقط در حد چه میدونم یه سلام علیک یا اینکه یه صحبت خیلی مختصر ببینید، دادی که رو سر اون دختر میدهی، من فهم میکنم اون صدای شما قدرت شماست. بله، ولی شما اگه با دختر خانمی صحبت بکنین، اون دختر خانم دوست دختر شما جرأت نمی کنه، نه تنها جرأت نمی کنه، صداش انقدر به بلندی صدای شما نیست که سر شما داد بزنه. چقدر من جالب مسائل منطقی بررسی میکنیم. زیبایش خودتون اون دختر رو ببخشید، عذر میخوام گولش میزنیم و خرش میکنین که اون دختر واقعا یعنی پس دختران نادونن. اولا پس ما از حرف شما نتیجه گرفتیم که قدرت های زبان مردها هست نسبت به زنان. یعنی پس زنه، پس یعنی مردها اولا که میتونن داد بکشن و به نتیجه کارشون برسن. یعنی اگه من شما ببینم که آقا شما داری رد میشی تو خیابون، بگم خانم لطفاً شماره تلفنتون رو بدین به من شما خوشم میاد، اگه گفتی نه من میتونم داد بکشم سر شما تلفن ازت بگیرم. نه منظورم این نبود. شما دوست پسر من باشید، خب منو ببینید دارم با یه آقای دیگه صحبت میکنم، خب اونجا بعدش یهو منو ببینی اونجا رفتار شما. ولی اگه شما 911 زنگ بزنی، اگه شما الو ببین، کانورسیشن یعنی من میگم شما میگی. دقت کردی؟ اگر هر موقع صدا در اومده من ساکت شدم، ولی هر موقع صدای من در اومده شما جملتو به سیر دل، به دلچسب خودت تا اون ته گفتی، اصلا اهمیت نداره که من 10 دفعه دارم میگم الو. اینو بهش نمیگن کانورسیشن. شما باید احترام متقابل بذاری. من حرف میزنم، صدای شما به مزی که در اومد من ساکت میشم. حالا من میخوام اینو سوال از شما بکنم. شما وقتی که یه مردی سرتون داد زد، بلافاصله میتونی گوشی تلفنو ورداری، رکورد اون طرفو سیاه کنی، بفرسی گیری پلیس، یا نمیتونی؟ خب میتونم، ولی این کار نمیتونم. نمی کنید، به خودت مربوطه. ممکنه من به شما بگم آقا پولتو بده به من، تو بگیم من میتونم ندم، ولی این کار نمی کنم، میدم. پس ما قدرتی نداریم رو شما. هیچ مردی حق نداره سر هیچ کسی داد بزنه. اگرم داد بزنه، زنا اینجا همچین به همدیگه یاد دادن، به محض اینکه صداش طرف بلند بکنه میتونه بندازه زندان، پوست کلاشو بکنه. حالا اگه شما سر ما داد بزنی، داد که هیچی، طرف برداشته با اسید ریخته صورت مرده، بچه‌هاش هم کشته، بعد اومدن دفاع کردن تو دادگاه عزیز که گفتن این خانم پست پارتوم دپرشن همچین سیندرومی داره، که یعنی این خانم در ناراحتی به سر میبرده، این خانم تحت فشار بوده که بچه‌هاشو کشته. نمیگن اون کسی که بمب گذاشته مثلا ساختمان تیمت مکوی و بمب گذاشته تو اوکلاهاما سیتی، این هم آدمو کشته؟ نمیگن اون در حال فشار روحی بوده؟ خب پس اگه ما سر شما داد بزنیم، به محضی که داد بزنیم شما میتونی روزگار ما رو سیاه کنی. اگر شما سر ما داد بزنیم، ما اگه به هر کی بگیم به ما میخنده. شما اتفاقا از ما قوی تر هستیم. هیچ قدرتی ما رو شما نداریم، نه بازو قدرت داریم، نه پولی قدرت داریم. این فقط یه نوع مثه، یه نوع سفسطه است که مردایی که زیاد مغزشون رو به این قضیه اختصاص نمیدن، فکر کنن ما مردی، ما قوی، ما اینجوری راه میریم. اون دختر اگه نخواد که اصلا با تو راه نمیره. خب پس شما هیچ قدرتی از ما کم ندارید. اون زنایی هم که کمتر پول در میارن کمتر کار میکنن، نرفتن درس بخونن، دنبال شوهر گشتن، ارزه درس خوندن نداشتن، اگه میخوندن میرفتن چی میشدن؟ مثل این همه مردای کارگر حمال زمینشور، نمیدونم کارهای کثیف بی خودی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ارزه درس خوندن نداشتن. آقا بروز جان، بذار من یه چیزی بهت بگم. اولا که من نمیدونم تو کدوم کشور زندگی میکنین، احتمالاً آمریکا هستین. ما تو کانادا هستیم و اصلا این قانون که فقط زن میتونه زنگ بزنه به پلیس چنین چیزی نیست. چون من یکی از دوستای خودم با دوست پسرش مشکل برخورد، دوست پسرش زنگ زد به پلیس و اومدن دختره رو بستنش بردنش. بله، در خیلی موارد خیلی کوت، یعنی دقیقاً یکسان، در موارد خیلی خیلی کمیابی هستش که زن و مرد رو پلیس مساوی تریت میکنه. و اکثر موارد هر موقع تو آمریکا، شما که میدونید تلویزیون پیام از آمریکا پخش میشه، بس منم تو آمریکا هستم، و ضمن در خیلی موارد کمی هستش که این مساوی، اکثرا به زنا چیز میکنن، به زنا آوانس میدن، به خاطر اینکه همون که میگن آقا مردی اگه بازوش گنده است و زورش زیاده، حق نداره از زور بازوش
رو زن استفاده کنه. اگه به مردی بگه آقا یه زنی زده تو گوشه، من بهش میخندم، میگم تو بروازو به این گندی، خب نمیخواستی، بخواستی نذری بزنه تو گوشه. خب ولی برعکسش اگه مرد بخواد بزنه تو گوشه زن، زن معمولا زورش اونقدر نیست که بتونه جلوی این کتک خوردن رو بگیره. پس به محض اینکه شما بگی آقا یه نفر داد کشیده سر من، میگن وایلنس، دومستیک وایلنس، اون طرف کارش با کرم کاتبینه، به راحتی هم از سرش نمیگذره. ولی حالا بحث ما پرت نشه، ما میگیم که اگر امروزه زن و مرد در این کشور مساوی هستن و مساوی هستن و قدرت، یه لحظه اجازه بده گوشی داشته باش. الو گوشی خدمتتون لطفاً. بله داره میگیم اگر مساوی هستن زن و مرد، پس دیگه انتظار